خب سلام، وقتتون بخیر. امروز اومدیم سراغ جنسیس. یه موتور 3.8 لیتری 6 سیلند داره، مدل 2015، از منطقه آزاد اروند هم اومده. امیدوارم که از این برنامه خوشتون میاد. یه سری آپشن ها و یه سری از امکانات این ماشین رو هست. اینه که از روی ریموت میتونید صندوق عقب باز کنید، فقط به شرط اینکه ماشین باید خاموش بشه، رو حالت روشن اصلا باز نمیشه. الان ماشین خاموشه، ما این دکمه رو نگه میداریم، صندوق عقب به صورت برقی باز میشه. فقط یه نکته دیگه، برای اینکه بخواید ببندید دیگه از ریموت نمیتونید کار کنید، یا از داخل یا از این دکمه که اونجا هست. ماشین های امروزی این آپشن رو دارن، اون هم وکیوم دره. نگاه کنید، در رو خیلی شل میبندید ولی ریلکس بسته میشه. آپشن خیلی جالبی رو دیدیم توی این جنسیس، البته اونم به خاطر اینکه ماشین سفارش حوزه است، حوزه خلیج فارسه. اینجا نوشته به انگلیسی قبله، حالا میزنیم ولی کار نمیکنه. بازم میگم نویگیشن توی ایران فعال نیست، ولی منطقا اینو اگه میزنیم قبله رو بهتون نشون میده. اینجا یه سنسور داریم، سنسور پارکمونه، که جلو رو عقب و موقعی که میخوای بذاری رو حالت حرکت درایو. حالا مثلا من بذارم اینجا، اگه جسمی چیزی جلوش باشه آلارم میده، بهتون بوق میزنه، با این میتونید صدا رو قطع کنید. بعد موقع دنده عقب گرفتن هم ببینید، الان اینجا بهتون آلارم میده، اینجا با حالت سرنگ قرمز و زرد و سبز، ولی من وقتی این دکمه رو آف کنم دیگه بهمون هیچ آلارمی نشون نمیده. من الان میذارم رو حالت دی. بعد از اینم رادار 360 درجه مونه، به هم نشون میده که وضعیت ماشین دور تا دورش چجوریه. اینم نمای کلی ماشینه که میبینید و دوربین عقب. این دکمه که اینجا میبینید همونطور که مشخصه گرم کنه شیشه عقب و آینه جانبیه. اینو میزنید آینه عقب و شیشه عقب برای بخار زداییه، بعد اینم برای شیشه جلوه. بعد الان اینا که مال سیستم تهویه‌شه، کم و زیاد کردنش، و بعدم دیگه نکته خاصی نداره. آهان، این با این دکمه هم که اینجا می‌بینید دیسپلی مخفف دیسپلی صفحه مانیتورتون آف میشه. اصولا توی رانندگی در شب خیلی از راننده‌ها چششون اذیت میشه یا حواسشون پرت میشه، میتونن با این کار سفر رو تاریک کنن که خیلی تمرکزشون رو از دست ندن. صندلی راننده و سرنشین جلو گرم کن سرد کن هم دارن. بعد اینجا درایو مود رو دارید، شما میتونید حالت رانندگیتون رو انتخاب کنید، نورمال، اکو یا اسپورت باشه. بعد یه طراحی خیلی زیبایی که اینجا داره، اونم علاوه بر اینکه حالا این دکمه آلارم میشه خیلی قشنگ تعبیه شده، این ساعت آنالوگی که اینجا گذاشتن، و برای کنترل کردن و تنظیم کردنش میتونید بیاید توی ستینگ، تو قسمت ساعت تایم سیتینگ، بعد اینو مثلا بیارید روی مثلا ساعت 17 و 19 دقیقه. هم به صورت دستی میتونید اینجا اوکی بزنید، هم با همین جویستیک اوکی میکنید. و الان نگاه کنید
ساعت داره برمیگرده سر اون تایمی که شما داده بودید. راننده برقیه و دو تا حافظه هم داره اینجا، بعد چهار تا شیشه ها کاملا اتوماته. این سمت چپ فرمونتون چند تا دکمه است، یکیش که مال درب باکه، یکیش هم رادار بین خطوطه، اینم رادار نقطه کورتونه، صندوق عقب برقی و پرده عقب برقی، و بعدش هم میاد روی فرمون کروز کنترل و سیستم صوتی، کم و زیاد کردن آهنگ و عوض کردن آهنگ و جواب دادن تلفن و اینجور موارد. بعد از روی این ورش هم شما میتونید دسترسی داشته باشید به منو، کارهای مختلفش رو انجام بدید. بر فرض مثال ESP تون رو آف کنید، رادیو تون رو فعال کنید، بعد ببینید میزان مسافتی که دارید طی میکنید چقدره. بعد کارهای مختلف رو میتونید روی این از اینجا انجام بدید. همینطور که میبینید مثلا الان روی هداب دیسپلیش میتونیم آن و آف کنیم، این جلو نشون نمیده دیگه. اگه توی تصویرم بیفته، من اینجا الان میزنم، نگاه کنید الان هداب دیسپلی هم اومد. اینجا اگه نشون بده، این هداب دیسپلی میاد، بعد شما میتونید اینو آن و آف کنید یا ابعادشو بالا پایین کنید، اندازه شد ارتفاع و این داستانو. بعد بشم این که این از اینا باز نشون بدم، از این طریق میتونید نورش رو کم زیاد کنید، نوری که اون جلو بهتون میده الان کم میشه، این هم الان زیاد میشه. این هم از این ترمز دستی برقی ماشینه، اینجا پدالای تعویض‌دهنده است، این معکوسه، این هم که مثبتشه، و اینم دکمه ای که فرمون رو میتونید تنظیم کنید، به اصطلاح میگن تنظیم برقی یا تلسکوپی فرمون، حالا هر جور خواستید. البته موقع خاموش شدن ماشین، من الان اینو تنظیم میکنم براتون، ببینید موقع خاموش شدن این برمیگره به حالت اول، هم صندلی هم فرمون. نگاه کنید من صندلی میارم جلو، الان ماشین رو خاموش میکنم، صندلی میاد عقب، فرمون خودش اتومات میاد بیرون عقب‌تر که من راحت‌تر پیاده بشم. توی این کنسولی که اینجا میبینید شما امکان داره، امکاناتی نظیر این که مثلا بخواید موزیک رو کم و زیاد کنید مثل اینجا، یا آهنگ رو عوض کنید مثل این دکمه. ببینید الان میره آهنگ بعدی. بعد روی همین دکمه ها شما دوتا کنترل دارید که میتونید مانیتورها رو خاموش و روشن کنید. حالا من مانیتور سمت چپ رو روشن میکنم، سمت راست هم روشن میکنم، سمت راست رو خاموش کردم، اینم سمت چپ. بازم میگم همش با همین کنترل هاست، از طریق این دکمه ها میتونم برگردم روی نویگیشن، روی رادیو یا روی ستینگم. الان من رادیو رو میذارم ببینید چجوری دیگه. یعنی این که من وقتی سمنو دیدم یالم فکر غلط انا رادیوست. حالا من میذارم روی نویگیشن. نویگیشن هم بخاطر اینکه استیکارت نداریم، هم اینکه توی ایران جی پی اس کار نمیکنه، مشخص نیست، میام روی مدیا، بلوتوس و آهنگ.
دیگه حتی قسمت عقب اینجا نوشته rear section control، صفحه نمایش ها رو آن یا آف کنید. من اینجا میتونم با این دکمه آن و آف کنم. اکثر کارتون رو همین جویستیک انجام میتونید بدید، برای روشن کردنش هم باز همین دکمه رو میتونید بزنید. و اینم از این. تو قسمت ساندش هم کار مختلف میتونید کنید، یا هر جور بخواید میتونید سیستم صوتیتون رو دستکاری کنید، صدا بره بالا بیاد پایین، عقب پخش بشه جلو پخش بشه و اینجور داستان. آپشن های خیلی خیلی زیادی داره، حالا تا اونجا که بتونم بهتون میگم. میگم که خوشتون بیاد. آپشنی که در اختیار سرنشین عقبم هست جذابه، خیلی آپشن های خوبی داره. اول اینکه هر دو تا صندلی گرم کن سرد کن دارن، بعد میتونم باهاش پرده عقبو باز و بسته کنن، در رو قفل کنن، و اینکه از روی این دکمه ها به LCD دسترسی داشته باشن و آهنگ عوض کنن و فلان کار و اینجور داستان ها، آهنگ رو عوض کنن. بعد یه موضوع دیگه این که برای تنظیم صندلی حتما باید در بسته باشن، یعنی هم دری که مال من هست، من اینجا هستم نشستم، من میتونم خیلی راحت ببرم جلو و بیارم عقب. اگه در من باز باشه این کار رو نمی کنه، این اجازه رو بهم نمیده. هر کارم دکمه رو بزنی این امکان رو نمیده. و یه موضوع دیگه این که شما از همین دکمه که اینجا هست میتونید صندلی شاگرد سمت جلو رو نگاه کنید، تنظیم کنید، و حتی از اینجا دو تا دکمه که اینجا گذاشته شده میتونید اینو تنظیم کنید. تازه اگه در رو باز کنید و پیاده هم بشید، با صندلی برمیگرده به حالت اول.